فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سد امام حسین رضی الله عنه بالای عرش و محیط بر تمام عالم فرمود فکر نکنید امام حسین تو ذریحه. آمده از امام صادق سوال میکنه آقا اگه قبر حسین ابن علی رو بشکافن تو قبر چیه؟ حضرت فرمود ما اعظم مسائل. چه سوالای بزرگ میکنی تو؟ چقدر سوالات سنگینه. بعد گریه کرد فرمود یک کلمه بگم، حسین تو زمینم نیست، حسین ما فوق عرش خدا، حسین ما فوق عرش خدا، حسین ما فوق عرش خدا، عند ربی کنار خدا، نزد پروردگار خدا چجور محیط بر عالمه، همه کسا همه چیزا همه عالم در احاطشه، همه کسا همه چیزا همه عالم در احاطشه، همه کسا همه چیزا همه عالم در احاطشه. حسین اینجور در بطنان عرش الهی، ما فوق عرش الهی، حسین اینجور در بطنان عرش الهی، ما فوق عرش الهی، حسین اینجور در بطنان عرش الهی، ما فوق عرش الهی، عند ربهی محیط بر عالمه، عند ربهی محیط بر عالمه، عند ربهی محیط بر عالمه. جناب آخوند رافضی، اولا شما وجود الله متعال بر بالای عرش را ثابت نمودید که این مخالف با اعتقاد شیعیان است، زیرا آنها وجود الله متعال بر بالای عرش را تجسیم نامیده و منکر می شوند و بر اهل سنت ایراد گرفته آنها را مجسمه می نامند. شاید بدون تفکیر و اندیشه این روایت دروغین را بیان کرده باشید. ثانیاً، الله متعال در آیات متعددی فوقیت خیش بر عرش را چنان که شایسته شأن و شوکت ذات اقدس الهی است ثابت نموده است و در هیچ جای قرآن کریم ذکر نشده که شخص دیگری، چه نبی، چه امام و یا ولی، بالای عرش و محیط بر تمام عالم است. الله متعال می فرماید الرحمن علی العرش استوى، آسمان ها و زمین و موجودات میان آنها را در 6 روز آفرید و بر عرش استقرار یافت. او دارای رحمت فراوان است. پس از فرد آگاهی بپرس. ثالثاً این گفته شما که امام حسین رضی الله عنه بالای عرش نزد الله متعال محیط بر تمام عالم است، شرکی است که مشرکان مکه هم به آن معتقد نبودند. و اگر این گفته شرک نباشد، پس چه کلامی میتواند شرک باشد؟ الله متعال در آیات متعددی فقط خود را احاطه کننده بر عالم و تمام مخلوقات دانسته و میفرماید ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن الله است و الله همواره بر هر چیزی احاطه دارد و می فرماید الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. آگاه باشید که آنان درباره ملاقات پروردگارشان در شک و تردیدند. هان بدانید که فقط او بر همه چیز احاطه دارد. رابعاً، بدون شک و تردید جد امام حسین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افضل و برتر از امام حسین رضی الله عنه و تمام مخلوقات هستند و با این وجود چنین صفتی نصیب ایشان نگردید و در هیچ روایتی ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفات بالای عرش بوده و محیط بر تمام عالم است.
حال چگونه شما این برتری را برای امام حسین رضی الله عنه ثابت می کنید؟ این همان غلو و زیاده روی است که منجر به شرک می گردد که خود ائمه علیهم السلام از آن مردم را برحذر داشتند.